به نام خدا. سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشین. قبل از پخش برنامه امشب چند نکته هست که باید خدمتتون عرض کنم راجع به ادامه برنامه دور همی و راجع به موزه دور همی. اول اینکه به خاطر کسالتی که برای من پیش اومد و خیلی چیز مختصری بود، اولا تشکر میکنم از همه شما که به هر حال احوال پرسیدید، هر کس از هر طریقی که تونست، و ممنونم از اینکه به یادم بودید، متشکرم. به خاطر کسالت بسیار مختصری که پیش اومد، ما نتونستیم برنامه این هفته رو، یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رو ضبط بکنیم به عنوان سه برنامه آخره دور همی در سری چهارم، و تصمیم گرفتیم به یاد درگذشتگانی که در برنامه دور همی حضور داشتن، در واقع منتخبی از برنامه هایی که با عزیزان از دست رفتمون ضبط کردیم رو برای شما پخش کنیم که شامل امشب، فردا شب و پس فردا شب خواهد بود. و این برنامه ها از برنامه های قدیم هستند، از سری های فکر میکنم سوم و دوم که با این از دست رفتگان گفتگو کردیم. اینجوری خاطره این عزیزان رو گرامی میداریم و روحشون شاد. عرض کنم که ما در ماه محرم و صفر پخش نخواهیم داشت در دو ماه آینده، و سری چهارم تمام میشه. از سری چهارم چند قسمت باقی میمونه که در واقع بعد از محرم و صفر پخش خواهد شد. این چند قسمت باقی مانده از سری چهارم رو پخش خواهیم کرد و بعد از اون سری پنجم دور همی پخشش شروع خواهد شد، که کاملا با چیزی که تا به امروز بوده متفاوته، به لحاظ دکور، به لحاظ محتوا، به لحاظ اجرا، و کلن یک کار دیگه است که به نظرم خیلی جذابه برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و تاریخی و هنری. بسیار بسیار کار مهمیه و امیدوارم که برای شما هم جذاب باشه. این مطلب راجع به پخش برنامه دور همی. مطلب دیگه این که ما موزه دور همی رو مدت‌های زیادی است که قرار بود به حراج بذاریم و این حراج به نفع زلزله زدگان و سیل زدگان هزینه بشه، به خاطر اینکه خیلی از هنرمندانی که شرکت کردن هدایاشون رو به موزه دور همی تحویل نداده بودن، بارها این موضوع به تعویق افتاد. تصمیم گرفتیم که در سری چهارم، یعنی همین سری که داره تمام میشه، این حراج رو انجام بدیم. منتها مصادف شد با موضوع کرونا و باز این کار انجام نشد. الان چون نمیدونیم که این مرض وحشتناک کی دست از سر ما بر میداره، تصمیم گرفتیم این رو به صورت در واقع مجازی برگزارش بکنیم، به این صورت که در سایت شبکه نسیم به آدرس tvnasim.ir، این زیر نوشته میشه tvnasim.ir، تمام عکس ها و تمام هدایایی که به موزه دور همی داده شده با مشخصات که چه کسانی این رو هدیه کردن در چه تاریخی، در این سایت مجموعه اینها خواهد بود. من خواهش میکنم از صاحبان برند، از کسانی که بضاعت مالی خوبی دارن، نهادها، ارگانها یا هر جای دیگری که مایل هستن، بیان این سایت رو ببینن و این موزه به صورت یک جا توسط یک شخص یا یک نهاد خریداری بشه، که در شروع سری پنجم دور همی ما در واقع اعلام میکنیم که چه کسی این موزه رو یا چه کسانی این موزه رو به طور یک جا خریداری کردن و چکش رو در اولین برنامه سری پنجم با حضور در واقع دستگاه‌های نظارتی و خصوصا هلال احمر
این چک رو تقدیم دوستان هلال احمر خواهیم کرد در برنامه که حالا در اون زمان به اقتضای شرایط دو ماه دیگه این در واقع هزینه بشه برای یک مورد خیریه بسیار بزرگ در سطح کشور. پس این رو عرض کردم که موزه دور همی به طور یک جا فروخته میشه. در این سایت در واقع میتونید عکس ها و مشخصات اهدا کنندگان رو ببینین و خریداری کنید و هزینه‌اش صرف امور خیریه خواهد شد. خیلی ممنون که در تمام این مدت و تمام این چند سال با دور همی بودید، در کنار ما بودید و مشوق ما بودید و منتقد ما بودید. امیدوارم سری پنجم که از دو ماه دیگه شروع خواهد شد بتونیم بهتر باشیم و جذابتر. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و به امید دیدار. متشکرم. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون. به نام خدا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین. امشب درباره شادی حرف بزنیم و غم گاهی، ولی بیشتر درباره شادی. صفحه حوادث روزنامه ها رو که بخونین متوجه میشین که حوادث ناشی از شادی افراد کم نیست. این به خاطر اینه که بعضیامون واقعا نمیدونیم وقتی شاد میشیم چجوری باید بروزش بدیم. مثلا نوشته که فردی در اثر گل خوردن تیم محبوبش در یک بازی حساس دچار سکته قلبی شد که با حضور به موقع دوستان اورژانس به خیر گذشت. این فرد پس از به ثمر رسیدن گل تساوی تیم محبوبش فریاد شادی کشید، در دم جام باخت. هر کسی یه جوری شادیشو بروز میده. بعضیا وقتی خوشحال میشن تا کمر از پنجره ماشین میان بیرون تو تونل جیغ میکشن. جیغ معمولی نه، از این جیغا که این قلمبکی گلو در هر ثانیه 1300 بار جابجا میشه. یعنی ما انرژی ندارین بابا. بله، یعنی اگر شما یه وقتی بذارین گوشه کنار این تونل ها رو بگردین کلی از این قلمبکی‌های گلو پیدا می‌کنیم. یه روش ابراز شادی قدیمی هم هست که از وقتی دوغ گازدار به بازار اومد ابداع شد. این مدل شادی دو بار کار کرد داشت. یه بار لحظه‌ای که دوغو می‌پاشید رو رفیقاش، طرف خیس می‌شد، می‌خندیدن. و وقتی که دوستشون خشک می‌شد و لکه های سفید دوغ تازه میزد بیرون. برگردیم به صفحه حوادث. نوشته در اثر تیراندازی هوایی در یک مراسم عروسی محلی عمه داماد کشته شد. اولا که به نشانه شادی از کی تا حالا تو عروسی تیر هوایی در میکنن؟ ثانیاً اصلا عمه داماد تو هوا چه کار میکرد؟ من خودم خوندم. از وقتی هم که فیفا برای پیرن در آوردن شادی بعد از گل کارت زرد در نظر گرفت، جوونا یه ذره دیگه سخت شادی میکنن. بعضی هاشون از فرط سردرگمی این که چه کنیم موقع شادی یهو وسط اتوبان با 120 سرعت پیاده میشن و از مرحله شادی به مرحله
شادروانی ارتقا پیدا میکنه. مهمان داری، چه مهمانی، به به، چه صدایی. خواننده نیستن ها؟ یکی از بهترین دوبلوران تاریخ دوبلام، آقای حسین عرفانی. اجازه میدید من یه عزاداری هم بکنم چرت. ببخشید. بفرمایید. قربونت. خواهش می‌کنم. خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. خیلی افتخار دادین. قربونتون برم. و اگر مطلبی و سلام علیکی هست بفرمایید. چش. سلام بر خانوما و آقایون محترم. حالتون خوبه؟ به قول آقای مدیری شارژ نیستین. مرسی، انا هستید. خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. من ترجیح میدم که کمتر حرف بزنم، شما بیشتر با این صدایش زیبا حرف بزنید، ولی من مجبورم سوالاتی بپرسم که سوال کوتاه جواب کوتاه اگر حتما امکان داره. همین که فرمودین شاد نیستین، شادی یعنی چی؟ شادی دو سه جوره. یه جوری شادی هلکیه، یه جوری هست از صمیم قلب. اینه که من دیدم فکر کنم از صمیم قلب شادن الان. بله. 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 کی از صمیم قلب شاد بودید؟ وقتی که کار میکنم، یه کار خوب دارم میکنم، از صمیم قلب شادم. کار خوب؟ بله. کار خوب. کار خوب از نظر شما تعریفش چی؟ یه کاری که دارم انجام میدم، من دارم در حرفه دوبلاژ دارم الان خدمتتون عرض میکنم. یه کاری که به دل خودم میشینه، رولی که دارم حرف میزنم، میبینم که خوب بازی کرده، اون رول منو وادار میکنه که منم جاش سرسری نگیرمش، جاش خوب حرف بزنم. اون موقع میبینم که یه خورده چیزه. این همین این کاره یواش یواش شارژم میکنه و بعد که کار تموم میشه از تای دل میبینم که امروز شاد بودم. غمگین ترین سکانسی که دوبله کردین چی بود؟ بله، جای یک اژدها. یک فیلمی بودش به نام قلب اژدها. عرض کنم خدمتتون، این آقای شون کانیل رو یه کارگردانی بهش تلفن میکنه، میگه که یک سناریو من برای شما میخوام بفرستم. آقای شونکارینی فردا صبحش هرچی نگاه میکنه میگه توی این سناریو رولی نیست برای این. تلفن میکنه به کارگردانه میگه من رولی نیست برای من. میگه رول اون اژدها هست، اگر شما بازی نکنید من کارگردانی نمیکنم، به طور کل میذارم کنار. یعنی صدای شما رو من لازم دارم. بله. اگه شما بیاید این رول حرف بزنید من کار میکنم. بعد چون پشت پردهشم من حرف زدم، این آقای شونکانیری موقع که میاد داره چیز اجرا میکنه پشت میکروفون، این از این بالماله ها توی بالکن هر جا از هر طرف طراحام همینجوری صورت آقای شونکانیری در حالات مختلفی که داره رو اجرا میکنه میکشن. مجموع این کشیدن ها یک اجدهایی درست میکنن که شکل تقریبا خود آقای شونکانیریه. داستان اینجوری بوده، قلب منفی اون فیلمو برمیدارن میذارن تو قلب این، که اون شاهی که به حساب یک شاه زورگو و فلان بوده
قلب پسر خودش رو میذاره اینجا که اگر خودش رفت پسر اومد شاه شد مثلا چیزش، پسرم شاه میشه ولی همچنان باز مردم ازش راضی نیستن. یک پهلوانی میاد با این اژدهاهای میرن دوست میشن، میرن برنامه میذارن اینور اونور تا میرسن یک جایی پهلوان با این چیزه شاه درگیر میشن و این اژدهاها میاد میگه تو نمیتونی، پهلوانه میگه من میخوام، میگه تو نمیتونی موفق بشی. میگه چرا؟ میگه برای اینکه قلب اون اینجای منه، تو باید منو بکشی، تو باید این اون شمشیرتو فرو کنی تو قلب من. اون مونولوگ هایی که ما بین پهلوان و این اجرای رد بدل میشد تا 7-8-10 روز، اون روزی که من حالا اجرا میکردم هم بر خود ستایی نباشه دیگه جلوی شما که دیگه ملق‌بازی اصلا نمیشه که، من تا 7-8-10 روز همیشه غمگین این روله بودم. ببخشید خود زیادم طولانی هم شد. اصولا آدم جدی هستی؟ نه زیاد. نه؟ نه. میخواستم تکلیف خودم رو روشن شه. دوست دارید مردم با چه صدایی شما رو بشناسن از شخصیت هایی که حرف زدین؟ صدای خودم بیشتر دوست دارم بشناسن. این صدا از ابتدا همینطور بود به لحاظ حجم، به لحاظ جنس، یا اینکه تربیت شد؟ نه همین جوری نبود، تربیت شد. یعنی اون چیز اولیه‌ش، اون تارای صوتی من از اول مثلا یه صدای باس داشته ولی خب گریسکاری و روغنکاری و چیز شده. من یادمه که یک فیلمی دیدم از نظر من شاهکار شما بود. البته شما کارهای درجه یک فراوان دارید ولی اون خیلی تو ذهن من مونده، مال خیلی سال پیشه، دانتون آندروایدا. آندروایدا دانتون، اون دانتون من حرف نزدم. چرا؟ چرا؟ شما دانتون رو گفتید، آقای طهماسب روبسپیر رو یادم نیست. آقای مدیری یه دانتون دوبله شده، ژرار دپاردیو بازی میکنه نقش دانتون رو. اگه ژرار دپاردیو بوده بله من حرف زدم درست میگه. آره ما یه دانتون دوبله داریم که ژرار دپاردیوز که بی نظیر بود واقعا کار شما و هم آقای طهماسب، که این تو خاطر من مونده، شاید مال 20 خورده ای سال پیشه. اسم من از اسم رو خواهش میکنم. حاضرید صدای فوق‌العاده‌تون رو با چه چیزی عوض کنید؟ با هیچ. یه ذره فکر کنید. هیچ. جالب‌ترین واکنشی که راجع به صدای شما یک نفر داشته چی بوده که بامزه بوده براتون به عنوان خاطره؟ یه پیر مرده اومد گفت بابا ما بچه بودیم مدرسه می‌رسیم تو دو دادش حرف می دهنتون داری حرف می زنی. آره این همسر آقای عرفانی هم یکی از دوبلورهای با سابقه و قدیمی، خانم سرکار خانم شهلا ناظریان، به افتخارشون بله بله جاشون اینجا خالیه، درگیر کار بودن و نتونستن تشریف بیارن و دخترشون هم در کار دوبله هستن، سرکار خانم مهسا عرفانی. اگر بله اگر دخترتون شاید اینجوری بپرسم در چه نقشی جای چه کسی صحبت کنه دیگه شما میگید حرفه‌ای شدی و کامل شدی؟ این پرسش شما رو من جواب خواهم داد. اجازه بدید اینجوری شروع کنیم که یک روزی من و خانومم رفتیم یه آگهی بگیم، بعد اون صاحب آگهی گفت عرفان
یه بچه‌ام باید این محصرم چون ما کسی نداشتیم پیش کسی بذاریم بله. با خودمون می آوردیم مثلا تو دوبلن می اومد تئاترم بودیم می اومد همش با هم یعنی با ما بود با من شهله بود این موقعی که عرض میکنم محصرم مدرسه اون موقع نمیرم دو سه جا ما تلفن زدیم یه بچه گو گیر بیاریم نشد و من رفتم گفتم میخوایم بگیم مهسا بگه حالا باید برم بپرسم که این میتونه بگی بابا میتونی بگی فلان اینا گفت اگه بگه گفتم میتونه بگه میگه من اگه دوست داری مهسا بگه پول میگیره ها فکر نکنی که نه همینجوری بعد اون رولی که مادرش میگفت میگفت مامان جون بیا شیرتو بخور اون بچه میگفت مامان جون بستنیش کنش مزه تره این در گوشش گفتیم ما اینو گفت بعد یه خورده من تنم لرزید خدایا این باز میخواد بیا تو کار ما نکنه این یه چند روزی گذشت مثلا دو ماه سه ماه گذشت بعد ناصر تحمس برمیگرم یه آقا اینجوری بشی اصلا این فیلم تموم نمیشه ها نمیتونه بگه اون تایید کننده میگه چیکار میگه یکی دیگر جاش خب بذارین میگه نه آخه دخترم تا این میگه محسام تو حیات تو استودیو جورک فیلم که تشریف بردین داشت برف زمستانم بود برف بازی گفت محسا بیا محسام اومد مادر شما تو اون فیلم نشسته رول میگفت یه خطم بود مثلا خواهش من بفرمایید شیرنی میل کنی یا بابا جون کجا داری میری اون دختر اون تایید کننده یه معروف اون آقای محترم که هنوز ما رو هر دفعه میبینه میگه دختر اون دختر ما رو کنف کرد هنوزم سرکوفتش میزنه در گوشش گفته اینه بگو محسو گفته اون فیلم روله رو گفت گفت که گفت که گفت که گفت گفت دیگه تا الان هم دیگه گفت دیگه بله بست بله گفت البته عذرم میخوام به صورت اکادمیکم اون کار رفته در دانشگاه یعنی رفتن در مدرسه آره ادامه دادم لیسانسشون رو گرفتن و دارم فوق لیسانسش هم میگرفتن بسیار علی میخواین همین سوالا رو از مهسا خانم بپرسیم که چجوری وارد دوبله شدن هر جوری دوست دارید خب سرکار خانم مهسا عرفانی خوش آمدین، خوش آمدین، بفرمایید. خوش آمدین. خب، شنیدین پدر چی میگفتن؟ بله. اینکه گفتن از یه جایی ترسیدن از اینکه شما میخواین بیان تو کار دوبله. بله همینطور بوده؟ بله، من بله، سلام میکنم خدمت تماشاگران محترم، خدمت آقای مدیری، پدر عزیزم. بله خب بالاخره هر پدر مادری براشون آینده بچه‌شون مهمه بعد منم خب به این کار علاقه داشتم و فکر می‌کنم که با علاقه و اینکه تونستم که کارمو اونطور که باید و شاید انجام بدم این کارو موندگار باشه آیه عرفانی چرا حتی برای یه لحظه دلتون لرزید و ترسیدین از این که ایشون وارد کار بشه نمیدونم آقای مدیری چجوریه کسایی که تو کارهای هنری هستن من 90% رو دیدم اونایی اصلا دوست ندارن بچه هاشون وارد این کار بشن نمیدونم امنیت شغلی نیستش یا پیچیده یا الکی میگن نمیدونم تایی دل خود ما چیز انداختن در صد که الان ما با هم دیگه هم کاریم خیلی من الان دارم لذت میبرم و افسوس می‌خوردم اگر من مثلا ما نمی‌شدم ایشون بیان دوبله البته یه چیزی هم خدمتتون عرض کنم ما اول تستامون زدیم همینجوری که خدمتتون عرض کردم اول برنامه ایشون تونستن اون آگهی رو بگن بله. تونستن اون چیز رو بگن آقای مدیری این کار ما کار دوبله مخصوصا درست مثل حالا خود دوبله رو نمیگم مثلا طلا 18 عیاره شما یه طلایی رو به یه خبره میگید آقا این چند عیاره میگن که شما میگید مثلا 24 در میان تق میزنه نه آقا 18 است 24 نیست
این کار ما هم اینجوریه، هر چقدر که من بیام از ایشون جلوی شما که صاحب کار هستید میگه آقا جون من این رول، این ایشون، اینا میکروفون، اگر تونست تونست، یعنی من هر چقدر بتونم پارتی بازی کنم ایشونو تا دم میکروفون میتونم بیارم. بله. از اونجا به بعدش دیگه خودشونن و خودشون. بله. یک چیزی که به من این نظر شخصی خودمه، میخوام ببینم که شما هم این نگاه رو دارید. از زمانی که دوبله یه کمی کم کارش کم شد، یعنی صدا برداری سر صحنه اومد و دوبله کارش کم شد، یه سری محسناتی صدا برداری سر صحنه داشت، ولی واقعا خیلی از نقش ها بود که در کشور خودمون، کاری به فیلم های خارجی ندارم، بسیاری از هنرپیشه ها و بسیاری از نقش ها با دوبله زنده شد. بله. یعنی شخصیت هایی رو کسانی بازی میکردن. اگر شما صدای آقای اسماعیلی رو از اون آدم حذف کنید، صدای آقای عرفانی رو حذف کنید، صدای آقای کاملی رو حذف کنید، صدای آقای رسول زاده رو حذف کنید، صدای آقای طهماسب رو حذف کنید، آقای پتروسی رو حذف کنید، اصلا قابل تحمل نیست اون بازی و اون نقش. این صدا انقدر یک دفعه کاراکتر میده و زنده میکنه اون نقش رو که حد نداره. در مورد خیلی این اتفاق افتاده. بله. درست عرض میکنم؟ بله بله بله. پس اساسا صدا برداری سر صحنه رو دوست ندارید؟ چرا؟ دوست دارید. بله. ببینید صدا سر صحنه درستش صدا سر صحنه است. اون موقع هم که صدا سر صحنه بوده نبوده، چیز فیلم ها صدا برداری می شده، اون کسایی که بلد بودن اونا هم می آمدن جای خودشون حرف می زدن. بله. هیچ کسی اصلا جلوگیری نمی کرده به هیچ عنوان. درست. اونایی که نمی تونستن، اونایی که حالا هرچی بگیم یه خورده بد در میاد، یعنی دوبله در اصل با صدا سر صحنه خوب به هیچ وجه مشکل نداشته و نداره و نخواهد داشت. داره. شما لحظات شادتون با پدر کجاست؟ سر کار. بله. برای شما هم همینطوره؟ بله قربان، مخصوصا که تازگی ها ما شاگردی ایشون هم میکنیم، ایشون مدیر دواج هم بنده در مقام گوینده. بله. بله. من تا امروز فکر میکردم صدام خیلی خوبه وقتی حرف میزنم، ولی امروز فهمیدم قزقز میکنم. نه نه نه، یکی از صداهای خوب برای کسایی که نوع کار آقای مدیر رو میکنن هم مجری هنرپیشه هستن هم هنرپیشه هستن، حالا اون بخش قشنگ ترنش هم میذاریم کنار، یک بخش قشنگ هم داره. صداهای آقای مدیری جزو صداهای خیلی خوبه، یعنی توی این کسایی که کار مجریگری، مجریگر و هنرپیشه کار میکنن از همه شون بهتره. خیلی ممنونم. لطف دارید. من اینو گفتم که برسیم به یه چیزی. ما سه تا جوان رعنا میخواییم بیاد بالا، کسایی که فکر میکنن صدای خوبی دارن، بیان خوبی دارن و بعد آقای عرفانی یه جمله بگن، شما ببینید میتونید انجامش بدید. یه جوری مثل تست دوبله است، خود آقای عرفانی تست میگیرن. شما دوست دارین این کارو؟ بله اگه من ببخشید. خواهش من قربان. صداتون قشنگه. شما بفرمی، شما هم بفرمی، شما هم بفرمی، شما هم به ما بپیوندید. بفرمی بفرمی، شما بفرمی، اینجا این مال شماست. اجازه است قربان؟ استدام کنم. اولا میخواستم خدمت شما اول بگم و همینجور خانم آقایان محترمی که در این سالن حضور دارن، هیچ صدای بدی ما نداریم، اصلا صدا بد نیست، همه صداها به هر نقش، منظور واسه کارها، کار دوبله، به همه نقش احتیاج داره، هر نوع صدایی.
اون چیزی که بده طرز بیانه که باز درست باشه. حالا اینا آقا امتحان کنیم از اینا. بله شما خودت آره اجازه بدید شما اول خودتون رو معرفی کنی. من شاهین حسنی هستم. بله شما قربان. آرش رحیمی هستم. بله عرفان رسول زاده. فقط آقای مدیری من از دارم یه جمله بهشون بگم. بفرمایید. من حقیقتا هم فامیلیتون رو فراموش کردم چون شما رو بیشتر با صداتون میشناسم. من یکی از چیزایی که بود این که فیلم انجمن نجیب زادگان عجیب اگه یادتون باشه شما جای شان کانری صحبت میکنید. بله. من واقعا اون فیلم وقتی با زبان اصلی با صدای چون صدای شان کانری هم صدای خاصیه. بله. دیدم واقعا به همون اندازه لذت نداشت برام. من خیلی خوشحالم که شما رو اینجا میبینم. آی مدیری اجازه میده ایشون یه دور دیگه خودشون رو معرفی کنن؟ بله. بفهمید؟ من عرفان رسول زاده هستم. چرا بم دیگه فلان گردن کج و حالا خانواده رسول زاده از خاندان رسول زاده از دوستارشونه. بخ بخ. بله. خب من چیکار واسه میکنم قربان؟ یه جمله بفرمایید دوستان سعی کنن عین شما اون جمله رو بگن. سلام محمد جان عزیزم. چه عجب از این طرف ها. حالت خوبه محمد جون؟ قربونت برم الهی. اینو بگی. یادم رفت. بابا سلام محمد جون حالت خوبه قربونت برم الهی. سلام محمد جان عزیزم. حالت چطوره محمد جان؟ خوبیه؟ یه جمله به ایشون. شما اون محمده این از اینم بدتون میاد که داره اینجوری با شما صحبت میکنه. پولت هم خورده. واسه یه جوری سلام علیک کنیم بفهمه که تو ازش بدت میاد ناراحتی از دستش. جوابش رو بدید. شما نمیگی من بگم؟ منم بگم. سلام اصلا. چطوری؟ چرا انقدر چاق شدی تو؟ سلام حسن چطوری؟ چقدر چاق شدی تو؟ بفهم بگو. گفتم دیگه گفت ولی تو دلش صدای نیومد. یه بار دیگه میگم. آره میگم. احساس کرد که چاق شده. سلام حسن چطوری تو؟ چقدر چاق شدی تو؟ هیچی دعوتش کرد اومدن خونه شما. بفهم شما؟ همینو میگم. نه شما بفرمایید که درود بر جولیوس سزار. درود بر جولیوس سزار. جولیوس سزار خواهر جولیوس سزار. آره خیلی ممنونم. کدوم بهتر بودن؟ همشون خوب بودن. کدوم بهتر؟ اگه نمره بدید آقای رسول زاده بهتر. یک آره. دو سه آره دقیقا یک دو سه آره. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. نه آره. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خوش آمدید بچه. بفرمی بفرمی بفرمی. اگر وارد کار دوبله نمی شدید وارد چه کاری می شد؟ تئاتر. تئاتر. بله چون اول تئاتر بودم بعد اومدم دوبله. بعد دیگه پیش وقت بر نگشتید به بازی؟ چرا؟ برگشت. چرا؟ الان چی؟ الان این کار رو میکنید؟ الان هم گهگداری. بله گهگداری دعوت بشه اگه رول خوبی باشه یا با بچه ها مثلا جمع میشیم یه پیسی میذاریم. چرا؟ الان هم میکنم. آقای عرفانی دوبله حالش خوبه؟ نه زیاد. نه اونجوری شارپ و سرحال نیست ولی داره یه خورده بهتر میشه. یه چیزی که باز حس شخصیمه این که دوبلورهای نسل شما و تمام این قولهای دوبله در واقع اسمشون رو بذاریم
انگار که جایگزینی ندارن. واقعا اینجوریه؟ یعنی به کدوم سمت داریم میریم؟ واقعا این جایگزین وجود داره؟ اصلا خدمتتون که آقای مدیری حرف اول رو پول میزنه. یک دوبلوری که میاد تست میده، تسته، چون هر دو سال یه دفعه از طریق تلویزیون فراخوان میدن، یه 6-7 هزار نفر علاقمند دوبله میان شرکت میکنن، بعد اینا خود از بچه های از طرف سندیکا، یعنی خود تلویزیون میخواد که بچه های دوبلورها از اون آقایون تست بگیرن. از این آقایون که ما تست گرفتیم بعد براشون کلاس گذاشته میشه، یعنی در حدود 2 سال اینا کلاس و از کنم تمرین های دیگری که با اساتید دانشکده صدا و سیما هست با اینا کار میکنن. یعنی بعد از 2 سال اینا میرسن پشت میکروفون. البته خیلی هاشون اونایی که زیاد علاقه من نیستن میرن، بعد اونایی که میمونن اولین جمله‌ای که میگن میخوان پول بگیرن، یعنی میشن گوینده یک. بعد یه خورده بهتر شدن میشن 1-2، یه خورده بهتر شدن میشن 1-3، بعد میشن باز 1-2، 2-2، 3-2، همینجوری میرن بالا. بله. اینقدر پولش کم بوده خود مسئولین واحد دوبلاژ اومدن 1-1، 2-2، 3-3 اینا تا 3-3 رو برداشتن گذاشتن از 4-1. 4-1 من از شما میپرسم، یه گوینده که تازه اومده میخواد کار کنه چقدر میگیره؟ نمیدون. حدس هم نمیتونید بزنید؟ واقعا نه. خیلی پولش کمه، حتی پول فکر نکنم رفتش بشه، اومدن به تلویزیون باشه، برگشت و ناهار و اینا رو نه. در نتیجه بیشترشون هم زن و بچه، از این نظر، از نظر مادی جذب نمیشن. علاقه و من خیلی دوست دارم و من این عاشق فلانم و اینا دیگه در حد تئاتر هم نیست، در حد تئاتری که دوست داریم. ولی حد چقدر این قدم هست وای میسن کار میکنن. به خاطر این آقای مدیری آنچنان نمیمونن که اون گویندهی که مد نظرتون هست بمونه که به اون درجه برسه. بله. چجوری از خانم ناظریان خواستگاری کردی؟ من؟ بله. البته با این صدا به من هم میگفتی من جواب مثبت میدادم. ولی چجوری خواستگاری؟ شما میدونی؟ نه. برای ایشون هم جالبه. بفرم. میدونه. زرنگی کرد میگه نه. حالا. حالا. ما همکار بودیم با هم. بله. ما همکار بودیم. بعد چی بگم؟ موضوع مال چه سالیه؟ من 27-28 سال پیشه. چند؟ 27-28 سال پیش. عاشق شدین؟ بله. بله. خب بفرم. پدر البته اشتباه میگم، من الان سنم از اون چیزی که گفتم بیشتره. 34 سال پیش من اشتباه کردم. 34 سال. خب کجا بود؟ توی دوبلاژ بود؟ نه دیگه، پلان ملانای تو دوبلاژ داده بودیم با هم دیگه. خب خانم زن من میشه شما؟ نه واقعا چجوری گفتین جان من؟ دیگه احتیاج به حرف زدن نداشت، گفتم پلان ملان داده بودیم به هم دیگه. خب بعد رسمیش در رسمیش اون جمله یادتون نیست؟ بیاین حالا که ما دیگه چیز بریم تو خونه هم یه خونه هم بگیریم با هم دیگه. بعد جواب ایشون چی بود؟ همون لحظه بله بود یا بعد فکر میکردن؟ منتظر این لحظه بود. از پدرتون چه چیز خیلی مهمی یاد گرفتین؟ چه برای حرفه چه برای زندگی؟
بله، برای حرفه که خب برای کار دوبله صبر رو یاد گرفتم، چون کار ما علاوه بر علاقه خب صبرم میخواد، برای اینکه ذره ذره ما به اون نتیجه‌ای که میخوایم میرسیم. برای زندگی هم اینکه همیشه خانواده اولویت داره. ده ده، چقدر خوب. آیا عرفانی، صدا و تسلط و کاراکتر صدای کدومی که از همکارای شما برای شما رشک برانگیزه یا بوده؟ 3-4 نفر میشم بفرم. تعدادشون آقای منوچهر والی‌زاده، آقای خسرو شاهی، خسرو شاهی، دو سه نفر هم هستن که هم لول خودم، من گوینده های تاپی هم، مثلا آقای مدخال چی مثلا؟ نه، نه. آقای کاملی خدا رو بیامرز مثلا، کاملی بر. آقای اسماعیلی، آقای جلیلوند، اول به افتخار آقای جلیلوند. شما گاهی دوست داشتید صدای اینا رو داشته باشید؟ بله، مخصوصا آقای صدای آقای جیوان این کریستال میمونه، واقعا این کریستاله، هم گویندگیشون خیلی تراز اوله، هم صداشون. بسیار عالی. هوس خواندن هم کردین؟ نه، من متاسفانه مثل شما صدای خوندن خوبی نداشتم و آرزو داشتم که میتونستم واقعا بخونم، ولی میدونم که شما صدای خوب داشتید، به صورت اکادمیک این کار رو با آخر رسوندید. خیلی صدای قشنگی دارن. لطف دارید. نه واقعا، واقعیت چی میگم؟ یه جمله به مادر بگید با اون دور یا با اون دوربین؟ با اون دور. از همینجا به مادرم سلام میکنم و امیدوارم که همیشه سایش بالای سرم باشه که بتونم وظیفم رو تا الان که به جا نیاوردم از این به بعد به خوبی به انجام بدم. یه جمله عاشقانه شما بفرمید به خانم. عزیزم. بابا مثل که دوربین عوض شد. کدوم دوربین؟ این اونجا خوبه؟ نه همون آها، این بله نه. این حتی دوربین هام به عشق ما تشریفشون بشه. خیلی ممنون که تشریف آوردین، افتخار دادین. امروز بسیار روز زیبایی بود با حضور شما، با حضور شما خصوصا برای من. امیدوارم که سالهای سال سلامت باشید، همینطور درخشان و بهترین آرزوها رو براتون. من آقای مدیری خیلی از شما خوشم میاد. قربونتون برم. کارتون درجه یک، خیلی کارتون دوست دارم. لطف دارید. آرزو بوده که توی یه پلان کنار همدیگه بشینیم، توی یه سکانس ببخشید، که این آرزو برآورده شد. واقعا افتخار میکنم در کنار شما. خیلی ممنون. این هستن این بخن. خیلی ممنون. خیلی سلام برسید. حتما. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی بله، از همه جا میتونی برگونه تو با برگونه تو چهار تا آقا اومدی؟ نه بیا، نه نه ترس من الان میدوه میاد میگه خودتون گفتین. شما بیه؟ نمیدونید میخوام چیکار کنم آخه؟ چرا؟ شما هم بیه.
بفرمی. یه میکروفون رو به هم قرض بدید. سه تا میکروفون داریم. خب من جاها رو باید دقیق بگم. بیاین تشریف بیارین. اینجا 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 وایسید. بفرمی کنارشون با یه فاصله. چرا میلرزی؟ هیچی نیست. هیچی نیست. من اینجا اون دوربین رو ببینید. خب یه ذره فاصله بگیرین از هم. خب خوبه خوب خوب. به اون دوربین شما لبخند بزن. به اون دوربین کافیه؟ لبخند بزن تا من بگم کافیه. تو دوربین به جای دیگه نگاه نکن. خب ما هزار جور خنده داریم بگیم. شما نیشخند بزن به اون دوربین. اجازه بدین؟ اجازه بدین. الان میکروفونه برای چی؟ یه صدا بیاد. آها صدای خنده رو میخواستم. ببینید گفتم چی بزن؟ نیشخند. من بیشتر احساس کردم که روشن نمیشه هر کاری میکنی. نه نیشخند نمیدونم. از بعد سه دو یک من نیشخند بزن. با سه دو یک یه مشکلاتی اینجا داشت. شما مسخره کردن رو میگن ریشخند؟ نه این چی بود؟ نه یکم راجبش توضیح. همون خنده ای که گفتم مسخره کردن. نه 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 منظورم خیلی ریزتر بود. منظورم ریشخند میکنی به یکی مثلا مسخرش میکنی. الان آماده ای؟ کلن هم از میکروفون استفاده کرد. حواستون بود؟ جانم هیچی نیست. خوبی؟ شما پوزخند بزن. خیلی به میکروفون نیاز بود برای این. شما زهرخند بزن. خنده تلخ. کلن همه شون هم قد و بالای یکی رو نشون میدن. نمیدونم چرا. یعنی تو همه این موارد یکی اون روبروه که سر تا پاش. تموم شد؟ شکرخند. یه ذره خنده با ناز و قدی بگفتن شکرخند. با میکروفون یا بدون میکروفون؟ نه بدون. فکر نمی کنم نیاز بشه. جیگر شما رو من بخورم دیگه. چه خنده ای داری؟ قهقهه؟ نه دیگه شما نوبتت. خب اذیت میشی. داری اذیت میشی.
جان. خندت گرفته، میخوای جلو خودتو بگیری که بد نشه، ولی نمیتونی، آخرش بالاخره میخند. خواهش میکنم، تا اینجا کرد تو لوزالمعده‌اش میکروفونو. نمزدودین رو گرفتم چون اینا هضم نمیشن. خب همه خوب بودن نه؟ همه خوب بودن. افتخارش. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مهمان داری. به به به. عرض کنم که مهمان ما یک صدای جادویی است که همه شما از ایشون سالها و سالها و سالها خاطره دارید. بهتره کنید. جناب آقای پرویز بهرام. خیلی خوش آمدین. اگر سلام علیکی با دوستان دارین بفرمایید. من این تشویقی که شما کردین یک دنیا از همتون سپاسگزارم. خب خیلی خوش آمدین. خیلی ممنونم آقای مدیر. افتخار بزرگی بود که خواهش میکنه به ما دادین در خدمتتون باشیم. همه ما که اینجاییم از صدای بی‌نظیر شما سالها و سالها و سالها خاطره داریم و موضوع امشب ما، برنامه ما، دروغه. شما تا حالا دروغ شنیدین؟ زیاد. زیاد. واکنشتون به دروغ چیه معمولا؟ والا واکنشی نمیتونم نشون بدم. وقتی که فلان مدیر کل دروغ میگه به من و من میفهمم، من چون یه کارم هم وکالت بوده، بله، وکالت دادگستری، وقتی که منشی دادگاه دروغ میگه، رئیس دفتر دروغ میگه، دروغ میگن، هیچ کاریشون نمیتونم بکنم. خوش به حال اون موکلی که شما ازش دفاع میکردید در دادگاه. اصلا واقعا به نظرتون چه راهکاری وجود داره که بشه دروغ رو حذف کرد از جامعه؟ به اعتقاد من زندگی مادی و معنوی ملت خوب بشه، دروغ ریشه کم بشه. حالا که حرف وکالت شد، من در رزومه کاریتون دیدم که شما پرونده های جنایی رو بررسی میکردید. علاقه خاصی به این مورد داشتین یا اتفاقی؟ کلن همه جور وکالت میکردم. مالکیت بود، حقوقی بود، کیفری بود، همه جور وکالت. بله. توی دادگاه وقتی که دفاع میکردید و حرف میزدید چه اتفاقی میفتد با این صدای زیبا و جادویی؟ بیشتر رؤسای دادگاه ها از صدای من خوششون میومد. بله. دوست دارید که مردم با شنیدن صدای شما یاد کدام شخصیت بیفتن؟ والا شخصیت های زیادی رو آیه مدیری من گفتم، جای هنرپیشه های درجه یک هولیوود. 1324 من از تئاتر اومدم. بله. به کار دوبله. بله.
اکثر همفری بوگارت نمیدونم تیرون پاور همه این هنرپیشه های اول هولیوود رو من جاشون حرف میزدم. بله، یکی از کارهای مهمتون اوتلو هست، درست میگم؟ اوتلو رو که خودم هم بازی کردم. هم بازی کردید هم دوبله کردید. بله. دیگه اون نقش هایی رو که گفتید کدوم رو خودتون از همه بیشتر دوست دارید؟ والا یه پروفسوری آمد از امریکا، من دانشکده ادبیات بودم. بله. آمد کارگردان تئاتر بود، یه پیسی گذاشت به نام بیلی باد. بله. رول بیلی باد رو من بازی میکردم. اون رول رو دوست داشتیم. خیلی دوست داشتیم. بله. و یکی از خاطرات خیلی خوب مردم ما از شما مستند راه ابریشمه. بله بله. شما گفتید. خیلی گل کرد. و راز بقا. بله، راز بقا الان هم که هست. من اکثر موقعا که تلویزیون میرم راز بقا میگم. ولی راه ابریشم یکی از راه ابریشم زیبا، واقعا زیبا بود و اکثر موقعا سوار تاکسی میشم تا بهش میگم به شوفر بغل نگهدار من پیاده شم، یه پونصدی در میاره میگه یه جمله بنویس های بهرام که من اینه به زن و بچه‌م نشون بدم. بله. من هم یه جمله بنویسم که انشاءالله در زندگی موفق باشی و دروغ هم نگی. بله. در طول این سالها با صدای شما زیاد شوخی شد. شما شوخی کردن. یه عده با صدای شما شوخی بله کردن. بله. شما ناراحت نمی‌شدین؟ نه، من کارشون نمیتونستم بکنم. یه خاطره یادم اومد خیلی جالبه این. خدا رحمت کنه زنده یاد عزت مقبلی یه فیلم با کار میکردم، من دوبله میکردم، اینم یه رولشو میگفت. اومدیم با هم رستوران تلویزیون نهار بخوریم، بعد دیدیم صدای یک تو پارک شهر یکی میدوه، یه فیلم ورزشی. مقبلی گفت تو ورزشی هم میگی به من؟ گفتم والا من یادم نمیاد، ولی هرچی فکر میکنم این فیلم رو من پولشو نگرفتم. موقعی که میرفتیم مقبلی خیلی گوشش خوب بود، یهو گفت بهرام این داره ادای تو رو در میاره. بله. بعد من یه محاکمه داشتم مشهد، رفتم مشهد، یه آقایی بود اونجا، گفت آقای بهرام همه شکایت هم میخوای بکنی بکن. من از بچگی موقعی که رادیو بودی تمام نمایشنامه هایی که بازی کردی همه رو ضبط کردم، فیلم هایی هم که دوبله کردی همه رو دارم، من میخوام از صدای تو تقلید کنم، حالا هر کاری دیرت میخواد بکن. من گفتم من کاری نمیتونم بکنم، منتها یه جاهایی تو اشتباه میکنی، فقط اینو بهش گفتم، گفتم حالا که ادای منو در میاری تقلید میکنی من نفس کم میگیرم. بله. تو نفس زیاد زدی ولی من کم نفس میکشم. بله. ولی ناراحت نشدی؟ نه ناراحت نشدی. خیلی خوب. دارم کم کم شک میکنم که اون فیلم ورزشی رو که فرمودین من گفته بودم. شاید. نه 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 شاید شاید. خب شما هرگی میکنم؟ نه من نه نه شوخی میکنم. عرض کنم که دیگه کار وکالت نمی کنید؟ نه، خودم رو بازجسته کردم، خسته شدم. چند سالتون آقای بهرام؟ 2 سال پیش خودم رو بازنشسته کردم. بله. 45 سال وکالت کردم. الان چند سالتونه؟ الان 83 سالم. 83 سال. غم انگیزترین صحنه‌ای که تا حالا دوبله کردین رو یادتون میاد چی بوده؟ یه خاطره بگم راجع به این موضوع. یه وکیلی هست در آلمان وکالت میکنه به نام آقای دامخانی. بله.
این وقتی میاد تهران ما هم چند نفر هستیم نهار میخوریم. یه سریالی من دوبله کردم آلمانی به نام کرس، نمیدونم سروران من خاطرشون هست یا نه. بله. این به من گفت یه نوار VHS بزن به من بده. نگو این کسی که کرس بازی میکنه موکل این دوست همکار منه. بله. اینی میبره به این میده و اون برمیگرده میگه آقای دامغانی این دفعه که رفتی تهران آقای بهرام رو با خودت میاری، من اینجا براش خونه میخرم، ماهیانه بهش پول میدم، زبون آلمانی یاد بگیره، جای من آلمانی حرف بزنه، صدای بهرام بیشتر از خود من به این رولم میخوره. نقشی هست که شما دلتون خواسته باشه جای او حرف بزنید ولی کسی دیگه حرف زده؟ بله. چه بازیگری و چه نقشی؟ هملت بود. هملت لارنس اولویه؟ هم هملت لارنس اولویه بود، هم هملتیه که اون روسه بازی کرده بود، اسمکتونوفسکی. بله. اسمش یادم نیست. اون رو آقای یادم فکر کنم آقای دوستدار جای اون هملت صحبت کرد. بله بله. هملت کوزنتسوف. کاووس. کاووس دوستدار. بله. بله. فوت کرد. صدا و تسلط کدومی که از دوبلورهای ما براتون رشک برانگیز بوده؟ خیلی دوست داشتید صداشونو. کدومی که از دوبلورهای ما رو؟ والا یکی از دوبلورهای خوب ما توی مملکت که هر نقشی رو به بهترین شکلی میگه آقای منوچهر اسماعیلی. بله 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 بله. واقعا به این مرد علاقمند هستم، چون به قدری خلاقه. آخه یه مدتی ما تو دوبله عادت کرده بودیم میگفتیم که یه کار کن صدات به این صورت بخوره. بله. بعد یکی مثل که مال ایرج دوستاره گفت صدا باید از چشمای این در بیاد، اون موقع صدا میخوره به این. آقای اسماعیلی واقعا وقتی جایی یه رولی میگه درست مثل این میمونه که این آکتور فارسی صحبت کرد. بله بله. آقای اسماعیلی که از نوابق تاریخ دوبله ما هستن واقعا. من شنیدم حالشون خوب نیست، درست؟ چرا شنیدم. میاد گاهی تلویزیون فیلم دوبله میکنه. من همینجا هم از آقای اسماعیلی خواهش میکنم که یک بار مهمان برنامه ما باشه. بله. خب من خیلی خستتون نمی کنم. خواهش. اگر اجازه بدید سه تا از جوانان حاضر در این جمع رو خواهش میکنم که بیان بالا. یک متنی هست از راز بقا، چهار خطه، این چهار خط رو بگن. خواهش. شما قضاوت کنید. چشم. و بعد شما هم این رو بگید. چشم. برای ما شما راحت باشین. سه تا جوان بفرمی. بفرمی بفرمی. این رو یه بار شما بخونید اول ببینید چی نوشته. شما تشریف بیارین اینجا لطفا. بله. من این وسط رو خالی میذارم که آقای بهرام هم ببینید. یکم بچرخین که آقای بهرام شما رو ببینن. بله بفرمایید. بر اساس روایت حال و هوای فیلم مستند رو داشته باشه. بر اساس روایت علمی حدود 175 میلیون سال پیش قاره های امروزی در کنار یکدیگر قرار داشتن و ابر قاره‌ای به نام پانگا تشکیل میدادند. میمون‌های پوزه‌دار از جمله جانورانی هستند که در این منطقه زندگی می‌کنند. میمون‌های پوزه‌دار یا لمون‌ها دست و پای دراز، انگوش‌های منتصبات و دم بلندی دارند. خب زل زدن به منشأ خطر یا به دیگر میمون‌ها از یکی از عادات رفتارهای جالب آنهاست. ایشو بر اساس روایت علمی حدود 175
میلیون سال پیش قاره های امروزی در کنار اخبار 23ه ادامه بده. در کنار یکدیگر قرار داشتن و ابرقاره های به نام پانگا تشکیل میدادن. میمون های پوزدار از جمله جانورانی هستند که در این منطقه زندگی میکنند. میمون های پوزدار یا لمورها دست و پای دراز، انگشتانی منعطف و دم بلندی دارند. زل زدن به منشأ خطر یا به دیگر میمون ها از یکی از عادت های رفتاری جالب آنهاست. بالا بر اساس روایت علمی حدود 175 میلیون سال پیش قاره های امروزی در کنار یکدیگر قرار داشتند و بر و ابر قاره‌ای به نام ابرقاره‌ای ببخشید و ابرقاره‌ای به نام پانگا تشکیل می‌دادند. میمون‌های پوزدار از جمله جانورانی است که در این منطقه زندگی می‌کنند. میمون‌های پوزدار یا لمورها دست و پای دراز، انگشتان منعطف و دم بلندی دارند. زل زدن به منشأ خطر یا به دیگر میمون‌ها از یکی از عادات رفتاری جالب آنهاست. متشکرم. شما بفرمایید که کدوم؟ نه نه شما راحت باشین. شما راحت باشین. بفرمایید که کدوم بهتر بودن به نظرتون؟ هر سه خوب بودن. هر سه خوب. اگر بخواین به هر کدوم یک نمره بدین چه نمره ای میدین؟ به همشون 20 میدم. به همشون. مرسی، خیلی ممنونم. شما برای خواندن به عینک لازم، یعنی عینک لازم هست یا نه؟ بر اساس روایتی می اجازه بفرمایید. بر اساس روایت علمی حدود 175 میلیون سال پیش قاره های امروزی در کنار یکدیگر قرار داشتند و ابرقاره‌ای به نام پانگا تشکیل می‌دادند. میمون‌های پوزدار از جمله جانورانی است که در این منطقه زندگی می‌کنند. میمون‌های پوزدار یا لمورها میمون‌های پوزدار یا لمورها دست و پای دراز، انگشتان منعطف و دم بلندی دارند. زل زدن به منشأ خطر یا به دیگر میمون‌ها از یکی از عادات رفتاری جالب آنهاست. ای جان، ای جان، ای جانم، ای جانم، ای جانم به این صدا. ثمره ازدواج شما دو فرزنده؟ کاملا. بله. دو تا نوه دارم. دو تا نوه. بسیار. یه دختر و یه پسر. بله. شغل شما رو پیگیری کردن یا نه؟ نه، پسرم پیانیست و گیتاریست خوبیه. بله. موسیقی درس میده. بله. البته من خیلی تلاش کردم که براش کاری هم جور کنم که نتونستم. بله. دخترم هم که شوهر کرده دوتا نوه دارم. بله، بسیار عالی. من سوال آخر، خستتون نمی کنم. نه. شما عاشق شدین؟ من چی بگم؟ اصلا روزی که ابراز عشق کردین و خواستگاری کردین اصلا به این صدا میشه گفت نه؟ من ببشت. با خانومم. بله. که ازش دو تا بچه دارم عاشقش شدم و با هم ازدواج. هنوز هم عاشقانه زندگی میکنم. هنوز. بسیار عالی.
شما رو خسته نمی کنم. خیلی افتخار بزرگی بود. خیلی ممنونم که امروز تشریف آوردین و خیلی خیلی خوشحالم از اینکه شما رو سلامت میبینم. امیدوارم سالهای سال همینطور سلامت باشید و بدرخشید و سایتون بالای سر ما باشه و بهترین آرزوها رو براتون دارم. و برای شما من آرزوی موفقیت بیشتر. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خانم هایی که خود درمانی خانگی انجام میدن، کوشم بفرمی دیگه بفرمی مادر جان شما میای؟ بله. ای جان دل، بله بله، بفرم بفرم، خوش آمدی خوش آمدی. خب شما خود درمانی انجام میدین؟ بر آخرین درمانی که انجام دادین چی بود؟ اصولا درمانه فقط با آب جوش و آب لیمو و آبیشن عسل. آب لیمو، آب جوش و آبیشن و عسل. آبیشن و عسل. برای چی این کارو میکنید؟ برای چه چیزی؟ برای سرماخوردگی جواب میده. بله. شپ سرماخوردگی هم جواب میده. بله. بعد دیگه کلا هم چون دم دسته واسه مریضیه دیگه هم استفاده میکنم. چیا مثلا؟ دیگه آخه اصلا فقط همینه، اتفاق دیگه نمیفته. آویشن و آویشن، عسل، آب لیمو و آب جوش. و آب جوش. البته من مادرم بیمارستانی بودم. آها. یه ذره اون کارا رو ایشون انجام میدن. بله. چند تا موقعیت میگم که تو خونه زیاد پیش میاد. گوش درد، آویشن، عسل. نه ترجیح میدم اونو ببرم دکتر چون درد سر میشه. معده درد. امپرازول. امپرازول؟ بله. سکسکه. آب بخوره. آب بخورن؟ خوب میشه دیگه. دندون درد. اونم یه دونه مسکن میدم بعد میبرمش دکتر. مسکن میدید میبرید دکتر. سوختگی ساده سطحی. گلاب و آرد خنک. آرده یعنی تو یخچال بل. میذارین بعد بل. گلاب میزنین بهش قاطی میکنین؟ نه 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 نه، گلاب خودش جدا سوختگی رو خوب میکنه. آردی که تو یخچال باشه هم بهترین چیز برای خانمایی که حالا موقع آشپزی آسیب میبینن، دستشون میسوزه. دلپیچه؟ چای نبات. چای نبات. عرق نعنا هم البته هست. عرق نعنا. من میخوام تا هفته دیگه 10 کیلو لاغر شم، چیکار کنم؟ 10 کیلو شب و شام نخور. دیگه؟ دیگه سک سکه؟ نفس نکشید دست. نفس نکشم؟ به هر حال مردن از سک سکه بهتره. سردرد. سردرد میگرنی. دو ساعت بخوابین حل بشه فکر کنم. دو ساعت بخوابین. بله. گوش درد؟ آب لیمو عسل. قاطی کنیم بریزیم تو گوش؟ نه بخوریم. آب لیمو و عسل بخوریم گوش درد؟ بله. خب ممکنه به خاطر عفونت باشه. شاید به خاطر عفونت باشه. دندون درد؟ اونو دیگه نمیدونم. نمیدونم. تخصص. شما بفرمایید. شما خود درمانی میکنین تو خونه؟ بله. خیلی خسته نباشید. خب چرا دکتر نمیرین؟ اصولا شوهر من با دکتر رفتن مخالفه، به خاطر همین که خورد. شوهرتون با دکتر رفتن مخالفن؟ تشریف دارن؟
نیومدن؟ تو خونه نشستن با دکتر رفتن مخالفه. الان دارن اون کار انجام، برای همین نرسیدن بیان. در حال مخالفت با دکترن، نمیرسن همه جا برن. خب شوهرتون دندون درد میگیره، سبزی خورد میکنی میذاری رو دندونش؟ خورش آلو اسفناج. خورش آلو اسفناج چیکار کنیم؟ آه من فکرم روش پخت. بعد معده درد، سبزی خورد میکنیم میذاریم رو دندونشون. چه سبزی؟ سبزی مخصوصه. چه سبزی؟ از قدیما دیگه مادرشون داره. مادر کی؟ از قدیم مادر کی داره؟ خب معده درد، عرق نعنا. عرق نعنا. پوستمون خشک میشه. پوستمون خشک میشه. کرم میزنیم. کرم میزنیم. بله. خار پاشنه. خار پاشنه. کرم پا میزنیم. کرم پا. هر چیزی کرم خودشو داره. تورم شست، کرم شست میزنیم. نه، زردچوبه با یه مقدار زرده تخم مرغ قاطی میکنیم به پاش میزنیم. شست دست اصلا مربوط به شست فرمون. دست و پا باشه کلا شست رو زرده تخم. میکروفونو آن داریم؟ الهی من قربونتون برم. خدا نکنه من فداتون بشم. قربونتون. من میخوام قربونتون برم. من میخوام یه هفته ای 10 کیلو چاق بشم. هفته ای 10 کیلو چاق. یه هفته ای. یه هفته ای 10 کیلو چاق بشید. خب مسئله نیست، میتونی چاق بشید. خیلی ممنون. فقط نهار و صبحانه و نهار و شامتون رو به موقع بخورید. و بعدش هم که غذاهایی که میخورید هیدروکربن یک مقدار بیشتر باشه، پروتئین یادتون نره چون کم بوده پروتئین خودش باعث ناراحتی ایجاد میکنه، بعدش هم که کلسیومتون هم باشه که به قول معروف بتونه جبران کلسیوم ای جان دلم. شبا بد میخوابم چیکار کنم؟ مقصودتون چطوری بد میخوابید؟ خوابتون نمیبره یا بد خواب بد میخوابید؟ جواب منم شما بدید. بله بد می... یعنی خوابتون نمیبره یا بد میخوابید؟ نه خواب نه خوابم میبره ولی بد میخوابم، کابوس میبینم، خواب با کیفیتی نیست. آها، چون معدتون خیلی پر میشه، وقتی که معده پر میشه بخارات معده باعث ناراحتیتون میشه. بله. شما سعی کنید غذاهای سبک بخورید. گوش درد؟ گوشتون درد میکنه؟ حتما باید به پزشک مراجعه کنید، چون باید با اون اسپکولوم مخصوص باید ببینه تا بهتون بگه که چه بیماریه و چه بیماریه. آخرین سوال. زانو درد. زانو دردتون چه علتی؟ اگر در اثر راه رفتن زیاد باشه شما خب یه مقدار استراحت می‌کنید، ولی اگر ممکنه آرتروز باشه یا بیماری‌های دیگه باشه حتما باید به پزشک مراجعه کنید تا داروی مورد از همه بهتر نبودن. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. مهمان داریم. چه مهمانی، چه صدایی، چه صدایی. بهتره کنید جناب آقای
بهرام زند. و خیلی خوش آمدید، خیلی افتخار دادین. اگر سلام علیکی دارید بفرمایید. تشکر میکنم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حضار محترم و بینندگان عزیز. من بسیار خوشحال هستم که بعد از سالها که شما رو در قاب تلویزیون دیدم، حالا از نزدیک. قربونتون، برای منم افتخاری است. خیلی ممنون که تشریف آوردین. تا حالا شده نگران صداتون بشید؟ بله. بعد یه کارایی صدا پیشگان اساساً انجام میدن برای این موضوع؟ ببینید، اتفاقی که افتاد، من یک سرماخوردگی گرفتم و این طولانی شد، یه بیماری طولانی مزمنی شد. من برای چند ماه صدام رو از دست دادم. قبل از اون هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم. بعد یواش یواش برگشت. درمانش چی بود؟ شما هر چی که فکر کنید من امتحان کردم. همین موضوع برنامه. یه عده دوستان اومدن بالا، نظریات خاصی دادن که برای یه صدا باید چه کرد، برای گوش درد باید چه کرد، برای شما چه کارهایی کردید؟ من یادم نیست چه داروهایی مصرف کردم. خیلی توصیه ها شد. یه شربتی بود به نام، اشتباه نکنم، خار شتر یا همچین چیزی. خار که... شتر یعنی؟ یه شربتی بود. اسم شربته. آره. من فکر کردم به معنی خواهر شتره. بله؟ هیچی بدتر شدم. خب توصیه خانواده بود؟ توصیه یکی از دوستان. یکی از دوستان بود. بله. چی شد انقدر اصلا صدای شما انقدر زیبا شد؟ شما لطف دارید. اولین باری که صدای خودتون رو کشف کردی؟ دبیرستان، سالهای اول دبیرستان، وقتی درس جواب میدادم این کلاس خیلی ساکت میشد و بعدها خودم فکر کردم که یه اتفاقی میتونه اینجوری بیفته که در واقع برم سراغ کار صدا. حالا بعد یه مدتی هم معلم بودم، دبیر بودم، وقتی درس میدادم، وقتی حرف میدادم کلاس باز خیلی ساکت میشد. بعد یه برحال تلاشی کردم و این طرف اومدم. بله. اولین بار که صدای خودتون رو روی تصویر شنیدین چه حسی داشت؟ دوستش داشتین؟ بله بله. بهترین نقشی که گفتین؟ نقش آخو من خیلی گفتم. اونو که خیلی دوست داری. فیلم سینمایی مثلا گلادیاتور من دوست دارم، جای راسل کرو برسه. بله حالا... ببینید چه نقشی راسل کرو در گلادیاتور؟ بله، سریال هم دیگه شرلوک هولمز، ناوارو، جنگجویان کوهستان، خیلی زیاده. بله. سریال امامندی، سریال اصلا نمیدونم، آخر سر این مدار صفر درجه، کار قشنگ زیبای آقای حسن فتحی که جای سرورد فتحی هم خودم حرف میزده. بله. بله. چند سالتون آقای زند؟ 67 سال. 67. چند ساله که کار دوبله میکنید؟ من از 18 سالگی اومدم تو این کار. رفتم باز برگشتم، رفت اومدی داشتم. کدوم فیلم روی شما بیشترین اثر رو داشته شخصا؟ فیلم
فیلمی که خودتون هم کار کردید، یا مدیر دوبلاژ بودید یا؟ میگم خیلی زیاد بوده، ولی یک فیلم کار کردم به نام قطار افسار گسیخته و داستان دو نفر بود که از زندان فرار میکردن. اینا یه جمله تیتر میامد ولتر، خیلی جالب بود که این داستان این فیلم بود. هیچ موجود وحشی نیست که در واقع بویی از شفقت نبرده باشد، و من بویی از شفقت نبردم، ببخشید، چون یک انسانه. یعنی یک انسان، یک پلنگ میره مثلا یک میمونی رو، من دیدم فیلمش رو، بعد متوجه میشه این تازه بچهش به دنیا آمده، بچهش رو میبره تیمار میکنه، پرستاری میکنه ازش، در صورتی که انسان دیدیم بسیار زیاد دیدیم که چقدر میتونه بیرحم باشه. بله. یه سوال عجیب، شما صدای خودتون رو به چه چیزی تشبیه میکنید؟ بهش فکر نکردم. الان فکر کنید که مثلا به چی تشبیه به چه چیزی در جهان تشبیه میکنید؟ صدا یک انرژیه و به نظر من انرژیه که میمونه. شاید ما هنوز خیلی صداها رو از صدها سال قبل داشتیم و داریم، هنوز میتونه به اون صورت بمونه صدا. الان هنوز هم فعالین؟ خیلی گزیده، خیلی کمتر. چرا؟ بگم؟ بله. چندین دلیل داره. یکی این که فیلم‌های سابق نیست، بیرو در نیست. فیلم‌هایی که روی بیننده خودش تأثیر بگذاره کمتره، نه اینکه نیست، خیلی کمتره. و فیلمی که میاد برای دوبله میره برای ترجمه، میره برای تدوین، و یک قسمتی داره که از نظر من بسیار قسمت غم‌انگیزیه، در واقع قسمت ویراستار. اینا همه صدمه میزنه به فیلم. یعنی همین فیلمی که آنچنانی هم نیست خیلی صدمه میبینه، تا اینکه ما این فیلم رو دوبله بکنیم و پخش بشه، بیننده ببینه، بعد خوشش نیاد و کانال رو عوض بکنه، اصلا حوصله صدای من رو نداشته باشه. اینجوری میشه. من فیلم داشتم که به خاطر مثلا یه کلمه‌ای که حالا تیتر، این کلمه تیتریه برای مثلا یه مقامی، برای اینکه اون کلمه حذف بشه، این کلمه وصل بوده به چهار سطر، چهار سطر عوض شده و در واقع هیچ ربطی به قضیه نداشته، بابت همون یک کلمه. من اون یک کلمه رو اسم گذاشتم که اصلا شناخته شده نیست. چهار سطر بعدیش رو هم این خود ترجمه رو گذاشتم، از شبکه یک که بالاترین ممیزی رو داره پخش شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. این اتفاق بارها افتاده. ما در ایران زندگی میکنیم، ممیزی ها رو میشناسیم، 40 خورده یه سال من این کار رو انجام میدم دیگه، چقدر باید ممیزی ها رو بشناسیم و رعایت بکنیم. من سریال نوارو رو کار میکردم، اون موقع نه تدوین بود نه ویراستاری، همه کاراشو خودم انجام میدادم، حتی یک دونش هم مشکلی ایجاد نکرد. کلن حال دوبله خوبه؟ جدا از این مسئله که فرمودین؟ یه جاهایش خوبه، شاید نصف بیشترش هم نه. چون نسل گذشته یه کمی من شنیدم خیلی از دوستانی که واقعا نابغه این کارن حالشون خوب نیست، حالا از نظر جسمانی یا از نظر روحی، یا دلخورن از چیزهایی، کمتر کار میکنن، و خب این شرایط خوبی رو به وجود نمیاره. بله. مجموع اینها میتونه حاصلی که در واقع بیننده باید ببینه چیزی در بیاد، یه محصولی در بیاد که جالب نباشه. بله. من موقعی که یعنی فکر کردم، آقا زمانی که هنوز نیومده بودم دوبله، اومدم دوبله و یه مقدار زیادی ایستادم و نگاه کردم، فکر میکردم که اگر من حرفی برای گفتن نداشته باشم، اصلا من 10-15 سال میگذره تو این حرفم، بعد میفهمم بی خودی اومدم تو این کار، اصلا نبودم. همیشه فکر میکردم یه حرفی برای گفتن دارم. اینی که من حرف بزنم شما باور کنید
روی شنونده تأثیر بگذاره، این بخش خیلی مهم قضیه است. بله. حالا زبان شیرین فارسی هم خیلی میتونه کمک کنه. یه نکته‌ای همیشه در ایران وجود داره و بارها و بارها گفته شده که دوبله، فضای بسته‌ای داره. شاید این سوال بارها از شما هم شده. آیا این واقعیت داره یا نه؟ و دوبله پذیرای استعدادهای جوان و جدید هستنش؟ به نظر من درهای دوبله بسته نیست. خود من موقعی که اومدم شاید نزدیک یک سال ایستادم، نگاه کردم، گوش کردم. خدا بیامرزه زنده‌یاد مانی به من یک کلمه میداد و من میگفتم و صبر کردم، چون فکر میکردم حرفی برای گفتن دارم. به نظر من اگر نگاه بکنیم که تو یک مقطع زمانی یک تعدادی صدای خاص با یک استعدادهای خاص اینا کنار هم قرار گرفتن و اون دوبله قدیم اون شکل خوبش رو گرفت، طی این سالها خیلی از دوستان اومدن، خیلی هم تلاش کردن، بعضی ها موندگار شدن، بعضی ها هم نه، به لحاظ مشکلاتی که خود این کار داره. ولی درهای دوبله برای کسی که بخواد، مشتاق باشه و استعداد داشته باشه بسته نیست. دوبلوری که بیش از همه تحسینش میکنید؟ منوچهر اسماعیل. آقای پرویز بهرام هم که مهمان ما بودن اینجا، ایشون هم همین اسم رو گفتن، آقای منوچهر اسماعیلی. منم از همین جا از دوربین ازشون خواهش کردم که تو برنامه ما تشریف بیار. خب، نقشی بوده که دوست داشته بودید شما میگفتید اما کس دیگری گفته؟ پیش اومده. آره، الان نه اینکه بخوام نام ببرم، شاید یه خورده سخت باشه، ولی بارها پیش اومده. بعد به هر حال این کار ماست، من این کارو دوست دارم که توش موندم. اینقدر سن و این هم و این سالهای 40 خورده ای سال در واقع عشق این کاره که من رو نگه داشته و همینطور فکر میکنم خیلی از دوستانم رو. ولی از لحاظ جنبه های دیگهش بخواییم نگاه بکنیم، اصلا جوابگو نیست که اصلا بگه آقا شما بمون توی این حرف، فقط عشق. بله، این سوال رو برای این پرسیدم. من رادیو که بودم نمایش دیوان از قفس پرید رو کار میکردیم، من عاشق نقش بیلی بیبت بودم، اون پسری که زبانش میگیره. بله. و اون رو داده بودن به کس دیگه، من هی رفتم التماس کردم. فکر میکنم آقای اکبر زنجانپور کارگردان بودن، یادم سی آقای بهزاد فرهانی، هر چی گفتم گفتن نه این نقش رو داده. هنوز که هنوز اینجامه که یه روز این نقش رو بازی کنم. عاشق شدین؟ عاشق در حال زندگی بدون عشق که نمیشه. دوست داشتن در جوانی؟ بله بله. چجوری ابرازش کردی؟ من جزء اون عده‌ای هستم که در واقع خواسته هام رو به زبون نمیارم و این خیلی بده. چی کار میکنیم؟ به هر حال یک جوری نشون داده میشه، با نگاه، با یک حرفای جانبی، ولی مستقیم نه. خستتون نمی کنم. به عنوان آخرین سوال، چه اتفاقی براتون بیفته که شما بگید خوشبختید؟ شاید به خودم مربوط نباشه این قضیه، یعنی خواست من یه خواست خیلی بزرگه که مربوط به جامعه میشه. من نه معلم اخلاق هستم نه در این اندازه ها، ولی ای کاش مقداری رفتار ما مردم با همدیگه بهتر می بود، محبت آمیزتر می بود، خورده شریفتر به هم نگاه می کردیم و عمل می کردیم. ببخشید حالا شاید ربطی نداشت، من این به نظرم اومد. بسیار زیبا. من
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که سالهای سال همینطور سلامت باشید و همینطور درخشان باشید و بهترین آرزوها رو براتون دارم. تشکر میکنم. تعریف نباشه. خیلی نظر مساعدی دارن نسبت به شما و همیشه تو تلویزیون هم که دیدم دنبال کردم، نه تمام برنامه ها رو، اون چه که میسر بوده و شده. و موقعی که چنین موقعیتی پیش اومد گفتم خب این میتونه برای من یه افتخاری باشه که در حضور ایشون باشم و دوستان و از نزدیک رو در رو در واقع بگم که آقای مهران مدیری شما هم جزء هنرمندهای بزرگ این سرزمین است. خیلی ممنون. خیلی ممنون. یک واقعیت. خیلی لطف کردید. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. واقعا تشکر میکنم. مرسی عزیزم. قربونتون برم. قربونتون برم. مرسی 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 اجازه مرسی خیلی افتخار دارم. خیلی مزرگم خوشحال شدم. خدا همیشه سلامت بود. یک دنیا ممنون. مرسی مرسی خیلی ممنون. انسان فقط در زمان بیماری متوجه میشه که چقدر تحت پوشش بیماهای درمانی بودن مهمه. نسخه رو میدی به داروخانه، میپیچه، میگی چقدر شد؟ میگه اگه بیمه نیستی 286,000 تومان. یه لبخند زیرکانه میزنه، میگی اتفاقا بیمم، خوبشم هستم. میگه خیلی شانس آوردی، پس میشه 284,000 تومان. یه سری از داروهای گرون هنوز صلاحیتشون برای قرار گرفتن در لیست تحت پوشش بیمه احراز نشده. یه سری داروها هم انقدر اسمشون سخته که آدم ترجیح میده هر چی پولش میشه بده، اما مجبور نشه که اسمشو جلو 4 نفر دیگه تکرار کنه. مثلا هیچ آدم عاقلی نمیره تو داروخانه بگه چرا داروی زیکروماکس ست روپانسیون فایزر تحت پوشش بیمه نیست. اینجوری که من هرچی در میارم باید پول زیتروماکس سیسپانسیون فایزر بدم. حالا که اینطوری شد انقدر اینجا میشینم که بیمه پول زیکروماکس سیسپانسیون فایزر نسخه منو بده. ازت میپرسن بیمه ای؟ میگی بله. میگن بیمه فلانی یا بیمه بهمانی؟ میگه بیمه بهمانم. میگن نمیشه، ما فقط بیمه فلان رو قبول میکنیم. میگی اب نداره، اتفاقا اون بیمه رو هم دارم. میگن خب حالا مشکلت چیه؟ میگی کرم خوردگی دندان. میگه شرمنده، اصلا برای اون که باید کارت طلایی بیمه فلان رو هم میگرفتی. میگی اتفاقا گرفتم. معاینت میکنه، میگن خیر، این کرم خوردگی شامل اون بیمه نمیشه. نگهبان بیمه آقا رو بنده بیرون. بیماران، خانواده بیماران، بیمارستانها، سیستم بهداشت، دولت و مجلس همه در یک درد مشترکیم. هممون مشکل بودجه داریم. بنابراین همه سعی میکنیم از بودجه همدیگه ورداریم که کم بوده بودجه خودمون جبران شه. دولت میگه مجلس بودجه منو نداده. بهداشت میگه چون مجلس بودجه دولتو نداده، دولت هم بودجه منو نداده که من پول بیمه ها رو بدم.
بیمه ها میگن خب پس ما بودجه نداریم که خدمات بدیم به مردم. بعد شما که میری بیمارستان آمپول بزنی، وقتی بهت میگن 20,000 تومن میشه، بدون اینکه اطلاعات کافی داشته باشی داد میزنی که آقا چه خبره بابا. بعد میگن بودجه ندارن. آقا میفهمی؟ ببین من هی میگم بودجه هاتون رو یه جوری تنظیم کنید که مسئولین جلو هم دیگه شرمنده نشن. مردمم خوبن، سلام میرسونم. خیلی ممنون که با ما بودید، خیلی ممنون که به ما انرژی دادید. از کنار برید الان و امیدوارم همیشه سالم باشید. آرزوی سلامتی دارم براتون از خداوند بزرگ، به امید دیدار. و اون آقای الان از اول جمله من اینجوریه میخواد بزن. شب بخیر. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون. متشکرم.